به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. امروز میخوایم راجع به برهان وجودی آنسلم با هم دیگه صحبت بکنیم. برهان وجودی یعنی چی؟ برهان ها رو به دو دسته تقسیم میکنن. یک سری برهان ها هستن که جهان شناختی هستن، یعنی از روی مطالعه جهان هستی، از روی واقع، از روی جهان خارج میاد گزاره هایی رو به دست میاره و اثبات میکنه که خدا هست. یه سری برهان ها هستن که برهان های هستی شناختی هستن یا برهان وجودی هستن به اصطلاح. اینها اینگونه هستن که اصلا کاری به جهان خارج ندارند، فقط و فقط از روی تعریف خدا یا فقط از روی تمرکز و توجه به ذات خدا که همین معنی رو میده، یعنی فقط با توجه به تعریف خدا اینا میخوان ثابت بکنن که خدا وجود داره بدون اینکه هیچ گونه مقدمه تجربی در برهان استفاده بشه. یعنی از صرف تعریف خدا ما به این نتیجه میخوایم برسیم که خدا وجود هم دارد. خب احتمالاً از همینجا نقد ما بر برهان‌های وجودی معلوم میشه که بین مفهوم و مساق تفاوت هست. شما هر چقدر هم مفهومتون مفهوم قوی باشه، مفهومی باشه که اصلا درش وجود داشتن لحاظ شده باشه، یعنی باید وجود داشته باشه، لزومی نداره که در جهان خارج هم چنین چیزی وجود داشته باشه. اما کسانی که برهان‌های وجودی رو تقریر می‌کنن، سعی می‌کنن مقدمات برهان رو طوری بچینن که به نظر مطالعه کننده اینجوری میرسه که دارن از مفهوم به این نتیجه میرسن که در جهان خارج هم خدا وجود دارد. ما چند تا از این تقریرها رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. امروز فعلا تقریر آقای آنسلم رو با هم بررسی می‌کنیم. جناب آنسلم یک قدیس مسیحی قدیمی است و در کتابش از احمقی نام میبره که اعتقاد داره که خدا وجود نداره. در واقع قبل از این که بخواد برهان خودش رو تقریر بکنه، مقداری با فحش دادن مقدم چینی هم میکنه. میدونید که فحش خودش یک نوع برهانه. برهان فحش یک برهان احساسی است. ما فقط برهانهای منطقی نداریم، برهانهای احساسی هم داریم. شما وقتی به یک کسی فحش میدید، اون رو احمق خطاب میکنید، اون فرد برای اینکه خودش رو احمق تصور نکنه، خودش رو سعی میکنه به باورهای شما نزدیک بکنه تا از لقب احمقی که شما بهش دادید فرار بکنه. به هر حال آقای آنسل میگه احمقی رو در نظر بگیرید که خدا رو باور نداره. ما به این احمق چی میگیم؟ ما به این احمق میگیم که خدا چیه؟ خدا رو اینگونه تعریف میکنیم براش. میگیم خدا موجودی است که کامل تر از او نمیتوان تصور کرد. خب این یکی از تعریفهای خداست. دقت بکنید، دو تا تعریف میشه کرد. به این دو تا خوب دقت بکنید، تفاوتش هم خوب در نظر بگیرید. یه وقت هست من میگم که خدا کامل ترین موجودی است که در جهان خارج وجود دارد. یه وقت هست من میگم خدا موجودی است که کامل تر از اون نمیشود تصور کرد. اینا دو تا مفهوم مختلفه. اینا رو یکی در نظر نگیرید. اگر من بگم خدا کامل ترین موجودی است که در جهان خارج وجود دارد، خب ما میریم میگردیم پیدا میکنیم. بر فرض که ما بتونیم کامل تر رو بتونیم تشخیص بدیم. حالا فرض کنید تعداد الکترون و تعداد پروتون و تعداد ذرات در جهان خارج وجود دارن. ما میریم میگردیم میگیم آقا این ذره از بقیه ذرات کامل تره. یا فرض کنه ذرات ترکیبی با هم دیگه در نظر میگیریم، میگیم که این ذره ترکیبی، این حجم، این جرم از بقیه موجودات دیگه کامل تره، با این اسمش میذاریم خدا. یه وقت هست ما اینگونه تعریف میکنیم، اما آقای آنسلم اینگونه تعریف نکرده، گفته نه، خدا موجودی است که کامل تر از اون نمیشود تصور کرد. یعنی گفته خدا موجودی است که کامل تر از اون نمیشود تصور کرد. کامل تر موجودی که بشود تصور کرد اسم اون رو میذاریم خدا. خب این دیگه لزومی نداره که در جهان خارج وجود داشته باشه. جناب آنسلم میخواد مقدماتی بیاره که بگه نه، لزومی داره که در جهان خارج وجود داشته باشه. مقدمه دوم چی میگه؟ میگه اگر فرض کنیم که خدا در جهان خارج وجود نداشته باشه، یعنی چی؟ فقط یعنی خدا در ذهن انسان موجوده دیگه، یعنی در جهان خارج نیست، فقط تو ذهن ماست. خب مقدمه سومش میگه موجودی که فقط توی ذهن وجود داشته باشه نسبت به موجودی که هم توی ذهن و هم توی جهان خارج ناقص تره. مقدمه چهارم میگه بنابراین اگر خدا در خارج موجود نباشه، یعنی خدا کاملتر موجودی که بشه تصور کرد نیست، یعنی از او کاملتر هم میشه تصور کرد. پس خدا طبق این تعریف، یعنی کاملتر موجودی که بشه تصور کرد، باید در خارج هم وجود داشته باشه تا کاملتر موجود باشه، و الا کاملتر موجود نیست و خلاف تعریف ما خواهد شد. خب به نظر من بسیار مغالطه زیبا و قشنگی انجام داده ایشون، و بعد از ایشون هم دانشمندان بسیاری هم در غرب هم در فلسفه اسلامی به وجود اومدن و
بسیاری طرفدار برهان ایشون بودن و سعی کردن تقریرهای دیگه از برهان ارائه بکنن که ماهیتش همینه و بسیاری هم اومدن نقد کردن. ما در هر دو دسته از فلاسفه غربی و فلاسفه اسلامی هم طرفدار این برهان رو داریم هم ناقد برهان رو داریم. مثلا در فلسفه اسلامی آیت الله قروی اصفهانی معروف کمپانی طرفدار این برهانه، مثلا آیت الله جوادی آملی مخالف این برهانه. در غرب مثلا شما تصور بکنید که جناب دکارت موافق برهانه و جناب کانت ناقد برهانه. شما اگر مطالب این بزرگواران رو برید مطالعه بفرمایید مشاهده میکنید که تمامشون تقریبا همین هست، همین مطلب آنسلم هست، ولی اومدن به صورتهای دیگری این رو تزیین کردن، مقدماتش رو تغییر دادن، ظاهرش رو عوض کردن. در واقع اصل و اساسش همینه، یعنی اون چیزی که کامل هست باید در جهان خارج هم وجود داشته باشد. خب نقد ما به برهان واضح بود. نقد ما اینه که مفهوم با مصداق متفاوته. شما مفهومتون این باشه که چیزی که خیلی کامل باشه. لزومی نداره که این چیز خیلی کامل در جهان خارج وجود داشته باشه. ممکنه ما در جهان خارج کاملترین موجود نداشته باشیم. بعضی از نقادان این برهان اومدن این برهان رو اینگونه نقد کردن. گفتن که اگر این برهان درست باشه، خب شریک خدا یعنی خدای دوم هم به همین ترتیب وجودش اثبات میشه، چون خدای دوم هم یک خدای بسیار کامله دیگه، یعنی خداست، یعنی کاملترین موجوده، پس اون هم باید طبق این برهان وجود داشته باشه. در صورتی که بسیاری از خدا باوران موحدن، یعنی که باور دارن که خدا یکیست و خدا متعدد نمیتونه وجود داشته باشه و به شریک نداشتن خدا اعتقاد دارن. خب پس طبق همین برهان شما باید بپذیرید که خدا شریک هم دارد، یعنی خدای دوم هم وجود دارد. چرا؟ چون که اون هم موجودی است که کامل تر از او نمیتونه تصور بکنید، پس اون هم باید وجود داشته باشه. ولی طبق باور شما خدا وحدت داره، یعنی خدا فقط یک دونه است. خب برهان رو متوجه شدید، نقدش هم به راحتی شما متوجه شدید. ما مفهوم رو هر چقدر هم مفهوم پیچیده باشه، هر چقدر مفهوم جذابی باشه، لزومی نداره که این مفهوم رو ما در جهان خارج هم داشته باشیم. مفهوم مفهوم، مصداق مصداق، این دوتا رو نباید با هم دیگه قاطی کرد. اشکال برهان در اینه که گزاره سوم میفرماید که کاملترین چیزی که ما بتونیم تصور بکنیم باید حتما در جهان خارج هم وجود داشته باشه تا ما بهش بگیم کاملترین چیز، و اگر فقط توی ذهن باشه دیگه اون کاملترین چیز نیست. بله فرض میکنیم که این مطلب درست باشه، هرچند که ما مفهوم کامل بودن رو خوب الان تعریف نکردیم، نمیدونیم که آیا وجود داشتن جزوی از کامل بودن هست یا نه، ولی خب برفرض که وجود داشتن جزوی از کمال یک چیز باشه، بله ما فرض میکنیم که کاملترین چیز چیزیه که وجود هم داشته باشه. ولی از کجا معلوم که این کاملترین چیز اصلا وجود داشته باشه؟ نمیشه، چون تو تعریف کاملترین چیز اومده که وجود داشته باشه پس حتما وجود هم داشته باشه، که مثل سیمرغ میمونه که ما گفتیم سیمرغ پرنده‌ایه که وجود داره و 100 متر هم طول داره، چون تو تعریفش اومده که سیمرغ پرنده‌ای که وجود داره پس حتما باید وجود داشته باشه. نه، ممکنه سیمرغی در جهان خارج وجود نداشته باشه. از روی تعریف نمیشود نتیجه گرفت که چیزی وجود دارد یا ندارد. ما برای اینکه متوجه بشویم چیزی وجود دارد یا ندارد، حتما و حتما حتما و حتما مقدمه تجربی در برهانمون احتیاج داریم، مقدمه تجربی نیاز داریم که به وسیله اون مقدمات تجربی بفهمیم که حالا این چیز واقعا در جهان خارج هم وجود دارد یا ندارد. برخی از فلاسفه اسلامی مثل جوادی آملی هم اشکال این برهان رو به همین صورت نقل کردن، گفتن که کسانی که این برهان رو مطرح میکنن بین حمله اولی و حمله شایع صنایع اشتباه کردن. دقیقا همین مطلبی بود که من عرض کردم، یعنی اونا میگن که کاملترین چیز چیزیه که وجود داشته باشه، ولی این وجود داشتن به حمله اولی است، یعنی که در مفهومش آمده که اون وجود داشته باشه، نه اینکه به حمله شایع صنایع ما بریم تو جهان خارج بگردیم ببینیم که واقعا وجود دارد. این دو تا رو نه با هم دیگه اشتباه کرد. خب امیدوارم که تقریر برهان و نقطه اشتباه برهان رو به خوبی متوجه شده باشید. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.